امسال در آمریکا سال انتخابات رئیس جمهوری برای 4 سال آینده است. تغییر تاریخ 3 نوامبر یعنی روز انتخابات سراسری به سادگی امکان پذیر نیست. تاکنون بروز بیماری کووید 19 تا حدی بر روند انتخاباتی مقدماتی و نحوه رأی دادن تأثیر داشته. برخی از ایالت‌ها که هنوز انتخابات مقدماتی خودشون رو برگزار نکردن، تاریخ اون رو به تعویق انداختن. گزینه دیگه هم رأی دادن از طریق پست هست. مرحله بعدی انتخاب نمایندگان برای کنوانسیون های حزبیه. دموکرات ها قصد دارن تاریخ و برخی مقررات رو تغییر بدن و در مورد رأی دادن از طریق پست مشورت کنن. بعد از اون کنوانسیون سراسری احزاب هست. دموکرات ها تاریخ رو از اواسط ژوئیه به اواخر اوت تغییر دادن و شاید نهایتاً کنوانسیون اصلا از طریق فضای مجازی انجام بشه. جمهوری خواهان کماکان تاریخ اواخر اوت خودشون رو حفظ کردن. حالا اگر قبل از کنوانسیون شیوع بیماری حادتر بشه و با توجه به سن بالای داوطلبین و احتمال مبتلا شدن و مرگ یکی از اونها معلوم نیست چی میشه، اما اگر چنین اتفاقی بعد از برگزاری کنوانسیون و مشخص شدن نامزد حزب روی بده، کمیته ملی اون حزب باید تشکیل جلسه بده و کاندید دیگری انتخاب بکنه، همونطور که در سال 1972 برای حزب دموکرات اتفاق افتاد. گیتا آریان، صدای آمریکا.